های بچه ها، چقدر تون تون شد، چقدر کار زیاد بود. سالاد رو توی 10 دقیقه درست کردم. خب بیایم جلو ببینیم که های زیبا، بخور بخور شروع شد. آره چقدر بهت میاد قرمز. مرسی مرسی. زندگی به هم زن. باش چقدر زود مشغول شدی. آره سالاده دیگه، سالاد اصلا سالاد. آها خیلی با مزه، با هممون دوباره حامله شدیم، الان تعداد حامله ها میره بالا. تو بیشتر از ما لباس داری. خب لباس های من چنج میشه دیگه، اینو با اون بنفشه. اوه 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 او زنجبیله بود. اینو با اون مدل، آه آه نمیتونم حرف بزنم قد تون. رفته بودم خونه آذر افغان، لباس داد دیگه، اینو داد. خیلی اون چند تا چیزایی که رو میندازم مثل شنله خیلی قشنگه، اونا رو همش آذر افغان داده. بعد ارزم به حضور شما، ما همینطور چیز وسایل، ما همینطور لباس میدیم میگیریم، میدیم میگیریم. اینه که همه فکر میکنن لباس زیاد دارن، در حالی که لباس خیلی زیاد هم ندارن. حالا این لباس هم یه سریشون گذاشتم، جالبه. خب اینجوری زیبا. تو چقدر باحالی عزیزم، چطوری میشه اومد تو گروه، توی گروه ما؟ خوب شد که بچه یکی شماره تلفن منو بنویسه، من پین کنم از بچه هایی که هستن. بعد بیایید به سحر پیام بدید، به وحید پیام بدید، دارید دیگه همه رو، اینا ادمین هست، میایید تو گروه. بچه های گروهمون خیلی بچه های جالبی شدن، اصلا خیلی واقعا همشون برام خیلی مهم شدن. چقدر هم بچه های جدید خوبی هم اومدن، بچه های جدید خوبی. زیر بغل من ناراحتتون میکنه، باشه یه لیوان آب بخورید، باشه ناراحت شدید اصلا خودتون ناراحت نکن، یه لیوان آب بخور. ببینم افتاد کجا بود دستمال کن، کجا گذاشتم دستمال. بلند شدم برم چی بیارم در آن دستمال اینجا آن اون دستمال بذارم روی پا. زیر بغل تو دوست دارم. مرسی. منم دوست دارم. چه دندونای تیزی دارم. دستبندم رو در بیارم، خیلی شلوغه. باش شما دیزاینرهای من شدید دیگه، صبر کنین دستبند رو چجوری در بیارم. رفتنش هم سخت بود، اومدنش هم بیرون سخت. از اونست که اها
وای حالا این در بیادش، بگی مالک بیا، مالک مالک بیا اینجا. آها اینم حرف شما، یه سری شما دیزاینر دیگه. راست میگه، صداشم کمتر شد، خوب شد. آها سالی چند بار دندونت تمیز میکنیم؟ حداقل یه بار میکنم، چون گرون شده یه بار میکنم، قبلا دو بار میکردم. قبلا 50 یورو بود، بعد شد 90 یورو، بعد ما یه بار کرد. در آوردیم دیگه، حالا بذار در بیار. بعضی از بچه ها واقعا دیزاینشون خوبه، نظراتشون خب. یه سری کسان دوره دیدم دیگه، دوره داره ها. ما یه معلمی داشتیم که اصلا مخصوص اینا بود. اون موقع من مذهبی بودم، اینجور چیزا برام مسخره میمد، ولی بعدا دیدم چقدر واقعا جالبه. مثلا یه کسی که گردنش درازه چه لباسی بپوشه که بهتر براش بیاد، یه کسی که گردنش نمیدونم کوتاه چیکار کنه، کسی که نمیدونم چاقه چجور لباسی بپوشه، نمیدونم اینوری نپوشه، یک اینوری بپوشه، نمیدونم اصلا اینکه چیزای جالب. علمه دیگه، علمه. مثل من هر دنبیلی که نیست که، من اگه به کارهای خودم بخوام نمره بدم، نمره خیلی بالایی نمیگیرم، چون روی احساس و فکر فردیمه. الان اون کسی که رفته دوره آشپزی رو دیده چند سال، بعد میدونه مثلا چجوری سالاد درست کنه، با چه سوسی بزنه، نمیدونم چی کار کنه، خب معلومه با من فرق داره. من یه بار یکی از بچه ها گفتش که میخوام یه هدیه بهت بدم. چه هدیه بهت بدم که یه چیز خیلی توپ و با چیز جالبی باشه؟ من چیز نیاوردم، با سیاه دونه نیاوردم. هر روز ما این سیاه دونه رو فراموش میکنیم. بازیره، بیا جلو اینجا باش، فراموشت نکنم. بعدش به من گفتش چه چیزی بهت هدیه بدم که یه خیلی توپی باشه، یه چیز عالی. گفتم از این سمینارهایی که چند هزار یوروییه. بعدش میره اونجا کلی، مثلا فرض کن در رابطه با، فقط در رابطه با چجوری لباس پوشیدم، البته به من نداد، منم نرفتم، هدیه هم نداد، ولی تو ذهنم اومده بود. اون گفت، اون خیلی از اون دختر لاکچری پاکچری های آلمان بود، تو آلمان. فکر کنم اینا رو خدا بدونه، خدا خیلی تو این چیزا بوده، من نه. باید یه ذره رابطه‌ام باهاش خوب بشه، هنوز تو فازه، تو لاکه. ذره اول مسائل بنیادی شخصیتی و درونی ما مهمه. بعد یواش یواش رو ظاهر. شیرش کمه، ببین چند بار برن شدم. شیره اینجا بمونه. آخه مثلا سفیرا رو، کسی که مثلا میخواد سفیر بشه، اینا رو میفرستن به یک کلاسایی.
مثلا کورس های شما مثلا چجوری بشینی، چجوری پاشی، چجوری مثلا غذا بخوری، چجوری نمیدونم راه برید. من یه مدت رفته بودم پیش رضا شیخان، ازش خیلی ممنونم و واقعا حالا کار نداریم منو چیز کرده خیلی، یه سری خصوصیت های منو خیلی تغییر داد در رابطه با راه رفتن. گفت مثلا چه جوری راه بری. در رابطه با نمیدونم، فرض کن اون موقع که رفته بودم وقتی چای میخوردم یا چیزی میخوردم خیلی، حالا این صدایی که از این در میاد خب یه صدای طبیعیه دیگه، قرچ قرچ خودشه. خب برای شما فکر کن مثلا هی چایی میخوری، هورت 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 صدا میاد. منظورم اینه که من تو این زمینه ها خیلی خامم دیگه، خام در واقع در این زمینه ها بسیار کم دانشم. بعد این جور کلاس ها یه امتیازاتی داره. مثلا من یه کلاسی رفتم انقدر جالب بود، خیلی جالب بود، یه سمینار 28 روزه در مورد این که اگه خواستید یه کاری رو شروع کنید مثلا یه کار مثلا بیزینسی رو شروع کنید، برای اینکه موفق بشه تو این بیزینس چه کارا باید بکنید. اینقدر جالب بود، البته به اندازه 28 روز نبود. جالب نبود، 28 روز زیاد بود. میتونم بگم اون چیزی که یاد گرفتم، خب با این حال من 10 تا نکته هم که یاد گرفتم از اون سمینار بردم. بیارم این بر سالاد رو بیارم شما ببینید یکم زیبایی سالاد رو هم ترابطش هم ببینید. خب این کلاس ها اگه من حالا، من که خودم حالا هر دنبیلی یاد گرفتم، منظورم اینه که در زمینه یه لباس پوشیدن، در زمینه یه ست کردن، من که اصلا تا حالا نه آرایشی بوده نه نمیدونم، الان آرایش خودش یه علمه. خب دیگه اینا علمه دیگه. یه کامنت ها رو میبینم، یه بار دیگه شماره رو بنویسید ببینم. من دارم قرمه سبزی میخورم، خب چه خوب، از تمیزی و مرتب بودن خوشم میاد. مرسی. نمیخوای بیای استانبول؟ شک دارم، چون در رابطه با ماریا، ماریا وزنه حرفاش از وزنه عملش خیلی سنگین تر. رو ماریا نمیشه زیاد حساب کرد. میشه حساب کرد ولی نه زیاد. هدام هنوز
ببینین یه استیبل بودن خیلی مهمه. ما تو رابطه خدا هم خیلی فرکانس رفتاراش بالا پایین زیاد داشته خب، و ولی من هیچ وقت جلوشو نمیگرفتم. میگفتم حتی اگر ضرر مالی هم بکنه بذار این به نفع روحشه که خودش هی بره بخوره زمین بلنشه، بره زمین بخوره بلنشه بره، مثل یه بچه که شما میگی بدو 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 برو، وقتی میدوه میفته بعد مثلا چیز میشه، این خودش جلوش نباید گرفت. آها باز شماره رو نوشتید من ندیدم، ندیدم دیگه، بذارید خودم بنویسم. ندیدم لبا چه خوشگل امروز. آها لبا شاید از اثر این چیزه. چرا فیلتر میذاریم؟ باش شما فکر کن من فیلتر میذارم، من دیگه چیکار کنم؟ البته خب راست میگه از یه جنبه ها، چون خود این موبایل ها، خب موبایل ها الان خیلی خوشگل نشون میدن دیگه. خب 0.5 2 0 4 175 72 78. خب خود موبایل ها یه مقدار چیز میکنن دیگه، در واقع هرچی که فیلتر هم باشه خود مال چیزه، مال موبایل دیگه. دیگه من نمیتونم موبایل و فیلترش رو عوض کنم که یا چیز توی کارش بکنم. بالاخره ما رو داره خوشگل نشون میده دیگه، نشون میده دیگه. شما دیگه به بزرگی خودتون چی میگم ببخشید، موبایل داره ما رو خوشگل نشون، موبایل یه ذره کیفیتش بهتره، چی کارش کنیم؟ عینک تو عوض، راست میگه عینکم رو باید عوض کنم. عینک هم خیلی هم قدیمی هم کهنه هم بگید تا بره تو ناخودآگاه هم کلیک بکنه. امروز کرم زدید؟ این لیمو رو زدم دیگه، خیار زدم، پوستای خیار رو، یه ذره خیاره چیز شده بود، خیاره وقتی بیرون میمونه یه ذره مثل اول نیست دیگه، دیدم پوستش بهتره که یک کوچولو کن دقت کنی. الان بهتون نشون میدم. ببینی نصف خیارو پوستشو کندم نصفشو نکردم، این پوستاشو زدم به صورت. اسپند دود کنم، راست میگه آفر، امروز دود میکنم. مرسی یادم انداختید. یا جلوتو همش به جاش شده، صبحانه ما شد سالات. دستات خیلی قشنگ. من این شوهر اولم علی عاشق این موهای دستم بود. چرا به گردو رضا شیخان میگی؟ به گردو نمیگم، به ایناش میگم. رضا شیخان من یاد داد اینا رو بندازم تو چایی، بذار یادم اومد. بعد از هر موقع شد رضا شیخان. من اصلا ساعت خوابم تنظیم نیست، چیکار کنم؟ ولش کن اصلا نخواب. یه مردی 20 سال نخوابیده، مرده گزارش تهیه میکنم 20 سال نخوابیده، زنده هم هست، حالش هم خوبه. چرا به خودت حتما میخوای بخوابی؟ وقتی خوابت نمیاد، من یه موقعی خوابم نمیاد،
البته من یه دونه از این مثلا چای کامیلن و یه ذره از این چایای گیاهی هستش که آرام بخشه، یک کوچولو بخورم هم تو لب لب لج دارم، اینجوری میافتم. ولی چون بدن من دارو نمیگیر، مصرف نمیکنم دیگه، من دارو سالهاست مصرف نکردم. شاید 2 سال یه بار یه دونه مسکنی، اونم مثلا برای جراحی دندونم بود، دکتر گفت بخور. آها مسکن نه، آنتی بیوتیک مسکن نخور. نسخهشو داد گفت برو بگیر، گفتم نمیگیرم، حالا هر وقت درد گرفت میرم میگیرم، دردم نگرفت. چای چیه؟ چای کامیله یا بابونه؟ چای هاگبوته یا چایای قرمز؟ یه چای دیگه داره، یه گیاهش رو چند بار نشون دادم. ببینید شما برید بزنید چایایی که مثلا چای نعنا برای صبح خوبه، مونترماخره، یعنی شاداب کننده است. کافه، چای سیاه، اینا صبح خوبه. ولی مثلا چای بابونه شب خوبه. من شبا اصرا اونو، ولی اصرار نکن که حتما بخوابی. بگو خوابم نمیاد. من یه موقع خوابم نمیاد دراز میکشم، همین چشمامو میبندم، یه خستگیم رفت میشه. به خودت نگو وای خواب من خواب ندارم، فیلم خوب خواب نداری نداره. 10 تا کار میتونی بکنی تو بیداری. منم اونقدر شبها بوده که تا صبح بیدار بودم، پاشدم کلی کارامو کردم. داروهایی که شما میخورید، الان مرجان که اومده بود که از من پول بگیره، خیلی دارو میگیره، خیلی دارو میخوره. الان گفت من میخوام یه دوره درمانی با تو شروع کنم. خب ما بهش میگیم تجربه های خودم رو من بهش میگم. انقدر کسا اومدن به من مراجعه کردن، زیبا ما چیکار کنیم مثل تو بشیم؟ ما هم دارو کلی مصرف میکرد. حالا این دفعه زیره سبز بریزم. وای چه بویی، خیلی خوبه. خب کسی که مثلا وای من خوابم نمیگیره، وای من نمیدونم غذا نمیخور، غذا نمیتونه بخوره، نخور چه بهتر. من خودم یه موقعی که یه بار از غذا نمیتونستم بخورم، خب ناراحتم البته بودم، خودم به شما میگم، ولی به زور رفته بودم از این چیزهای ماستای میوهی، چیز هست ویتامینی مثل شیره اینجور تو این ظرفای این چنینی، بعد میگرفتم به زور میخوردم. خب مثلا میگفتم خب یه چیزی از دقل بره. اشتهات میره، بذار بره.
هی سعی نکن که با میل جنسیت میره، بودو هم برم 10 تا قرص بخورم فلان کنم. من یه مدت یه سال و نیم اینجوری بودم، 20 سال پیش، البته در ارتباط با مسائل روحی من خیلی بود. بعد یه اسم میگفتش برو دکتر، گفتم نمیرم دکتر، نمیرم. بعدش خودش خوب شد، با یه مرد دیگه آشنا شدم خوب شد، تو اسپانیا با اووا آشنا شدم خوب شد. پس نگو علتش در رابطه‌ام با ینس بود. حالا برم خودم رو هی چیز کنم که بیام با ایکس آقا حتما باید سیکس کنم، نمی کنم دیگه، نه حسم رفته، حسم به تو نیست، به اون یکی هست، به اون یکی نیست، به اون یکی هست، به این نیست، به حسم به این نیست، به اون هست. حالا هی بری، چرا نیست، چرا نیست، چرا چایی نمیخورید، بیام چرا رو برکنیم دیگه. آخه چرا چایی نمیخوری؟ من نمیدونم الان چرا میل ندارم چایی نمیخورم، برکن دیگه. چرا سیکس نداری؟ قدیما طرف نمیزایی؟ چرا نمیزایی؟ برو 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 برو. نازایی یه دونه از چیزایی بود که امتیاز مثلا زنه فکر میکرد نازاست مثلا خیلی بده. بهتر بابا الان میدم مثلا من اگه میدونستم نازام که نمیدونم چه نازا بودم چه غیر نازا، چون همیشه از اول جلوگیری میکردم، اگه از اول مشخص بود میشد که نازا هستم کلام رو مینداختم هوا دیگه راحت. انقدر پارتنرامو کوفت نمیکردم. آقا ما از اول نمیخوایم با اکه حامله بشیم، نازایی رو برو 10 تا کار بکن که زایا بشی، حالا خیلی تحفن زایا بکن. قبلنو طلاق به سن شما نمیخوره، الان همه جشن طلاق میگیرن و طلاق کسی نگیره غیر عادیه. ای طلاق نگرفتی؟ این غیر عادیه. یه زمانی اگر کسی طلاق میگرفت با انگوش نشون میدادن با زن طلاق گرفته است، حالا عادی شده. نازایی هم همینطور با افتخار فردا پس فردا همه با یه کمپینی درست میشه، یه کمپینی درست میشه چطور گی ها الان میام با افتخار همجنسگرا هستن. حالا افتخارم نداره بابا، هست دیگه نرمال. با افتخار کردم، با افتخار ترکم، یه چیزی که افتخار نداره، ولی حالا عادیه دیگه، جزی از شخصیت ماست، جزی از وجود ماست، جزی از هویت اجتماعی ماست، خب جزی از هویت وجودی ماست، حالا دیگه افتخار نداره که. ولی حالا یه همچین چیزایی که درست کردن، حالا میام بعد کامنتارم میبینم، فعلا حالا مشغول چیز هستم خودم. ولی حالا این چیز اسمش چیه؟ کمپین. اگر نازایی
نازایی بشه، بعد بیان با افتخار من نازا هستم. بله بابا چیه با افتخار من نازا هستم که دیگه یه جنایت دیگه تحویل نمیدم. بیا نخ رو زیاد کن، بعدم برن سربازی بشن امت فلان، بیاد از مرزا دفاع کنن، این غرب اون شرق، این وحدت فلان اون فلان، بکشی بکشی اب نداره. یه دونه کرونای میاد حال همه تون رو با هم میگیره. یا یه چیزای دیگه فکر کرده طبیعت قدرت نداره، شعور نداره. بمباتون رو درست کنه، هی رو نمایی کنه، هی رو نمایی کنه. بزرگترین سرمایه در کشورها میره برای جنگ. حقتونه. گوجه هاشو خوردم همه رو. یه دینه دیگه گوجه بیارم. اون اوایل که کرونا اومده بود یه کلیپی درست کردم، کرونا خوش آمدی، برنامه چیه بعد از صبحانه؟ برنامه بعد از صبحانه کلی مشاوره، کلی گروه، مسائلی که تو گروه هست همش گفتم بعد از لایو. بعد از لایو من اندازه تو بخورم میترکم. خوب نخور دیگه، اندازه من خوبه دیگه، تو نخور. اون اوایل که من لایو صبحانه میذاشتم یه سری که من دوست داشتن اومده بودم مثلا محبت کنم، میگفتن زیبا تو رو خدا لایو صبحانه جلوی مردم نخور، مردم چشمت میزنن، مردم یه ذره میخوام سرکه بالزامیکو بریزم روش. خیلی من امروز 10 بار بلند شدم. دندونای خودت یا مصنوعی؟ 5-6 داشت ایمپلنت دیگه، 10 بار گفتم، 100 بار. عکساش هست دیگه، عکساش هست، عکسایی که پارسال گرفتیم هستش. برید پایین تو لایوام دندونام عکساش هست. کی سیر میشی؟ نمیدونم، هر وقت معدم بگه. یه دفعه دیگه که معدم بگه بسه. آره این بچه ها یه سری اون اوایل به من میگفتن که زیبا چیز نگیر، جلوی مردم نخور، مردم چشم میزنن، مریض میشی، فلان میشی. گفتم بذار چشم بزنم، بذار اینقدر چشم بزنم، بذار اینقدر بگم. الان این کسی که موهای منو خواسته
من موامو به همه میدم که اصلا بردم، بیا این کسایی که برن جادو کنن، لباسامو هر کی میخواد بیاد بره برداره جادو کنه. از این کسایی هستن که لباس آدمو میگیرن میبرن جادو میکنن، ببرید جادو کنه، هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم. توی چیزایی که چیز خورم میخوایم بکنیم بفرستی چیز خورم بکنیم. دعا بم جلوی خودم دعا رو بنویس، بریز تو چایی بده بخورم. اصلا بذاری اثر کنه دیگه. اگر این همه دعا نویس بالگیر چقدر آدم میرن سراغش. نتورکینگ، نتورکینگ. یکی میاد میگه من در این ماه 25 میلیون پول در آوردم. یکی از بچه ها تو گروه ماست. البته من تنبلم ها، من تنبلم، نمیتونم زیاد کار بکنم. در این حد حداقل به من میرسه 25 26 میلیون 30 میلیون. تنبلم، نمیتونم زیاد وقت بذارم. یکی دیگه میاد من 200 میلیون تو حسابمه هر ماه، هر ماه. مردم هم میرم میگن واه راست میگه، به منم یاد بده، به منم یاد بده، به منم یاد بده. یکی میگه بیا تو کار ارز، نمیدونی که میره میفروشی پول دار میشه، میره بالا اینجوری میشه، بعضمون خوب میشه. بورس، بیا بریم تو بورس. تو این بورس نمیدونی که ماهی همینطور بهت پول میاد، همینطور. تو ایران که بودم چند نفر اومدن مطب به من. یکی اومد تو مطب من گفتش تو مجوز مطب داری، مجوز پزشکی داری، بیا بریم یه سری مواد دارم که داروهای جنسی و نمیدونم اینجور چیزا بیاریم سریع پول دار میشه. تمام کسانی که توی این کارا رفتن، حتی اون کسانی که توی لوتو توتو بازی میکنن، بخت آزمایی بازی میکنن، قمار، تو قمارا چرا من تا حالا حتی یک ریال یک تومن تو اینا بازی نکردم؟ من به انرژی این پشت انرژی این معتقدم که تمام اشیا در این جهان انرژی دارن. شما یک ریال به دست بیار، یک یورو به دست بیار، پشتش با عشق و انرژی مثبت انسان‌ها باشه توش. حالا مثلا اسلام اسمشو گذاشته حلال، ارواح عمش البته تعریفی براش چیز کرد، ولی حالا ما از این حرکت میکنیم که اونا هم یه مفاهیم رو گفتن، خب یه مفاهیمی رو اون عرفاشون گفتن، خب نه همینو میگفتم. یک یورو به دست بیار با انرژی مثبت و بهش فکر بکن. پشت این یک یورو چه چیزهایی هست؟ به من که از این پولای چیز نمیرسه، نمیرسه، حتی خودم امتحانم بکنم، این هستی شعور من یه جوری مانع میشه که به من یه چیزی با انرژی منفی برسه، یه اتفاقی میفته اون نمیرسه. این باوریه که من دارم. حالا فوزیه به زبان خودش میمد میگفتش که وای زیبا چقدر خدا با توه،
من یه کار برای تو میکنم، هر وقت میام یه کار برای تو بکنم انقدر اتفاقای خوب میفته برام، انقدر مثلا یه جو یه دفعه میام پول پیدا میکنم، یه دفعه میام حالم خوب میشه، فلان میشه. من چیز من که نمیدونم، حالا خودش میگفت دیگه. با زبون بی زبونی خودش این سرکه رو ریختم، زیاد خوب نشد، بد نشد ولی زیادم خوب نشد. طرف میره توی لوتو توتو تو قمار بازی میکنه به امید این که من مثلا یه پولی رو به دست بیارم، انقدر دیدش محدوده، نمیبینه که چقدر پشت این پولی که تو به دست آوردی، پس همین تمام قماربازا بهش میگن قمارباز، یعنی بازنده قمار. من دوستی داشتم، دوست کشه ارز کنم چون پول منم خورد، بره گم شدم، گم شده البته خود، برش کن. 380,000 یورو تو قمار برد. 380,000 یورو تو قمار برد. میگفت اون روزی که من اینو بردم تو قمار، تو کازینو اینو بردم، فقط 1,000 یورو به آدما ویسکی هدیه فلان اینا میدادم، گفتم مال تو بزل و بخشش، میگم باد آورده رو باد میبره دیگه. این آدم زندگیش به کجا رسید؟ دو تا خونه که تو ایران هم داشت فروخت، اومد قمار رفت. الان یکی از آسفاس هست، زنش هم ازش جدا شده، بچه هاش هم نمیخوام ببینمش. بچه هاشو نمیدونم، ولی بچه هاش مطمئن نیستم، ولی بالاخره ما هیچ اثری از خانواده، از این خانواده ندیدیم. کسی که اینو دوست داشته باشه نردید. این یه نفر دیگه بود از کرمان، 3,000,000 یورو باخت، الان از دولت پول میگیره. اوه خب مجبوری؟ آره مجبورم. بقیهش بمونه، سرکه با آب لیمو روغن زیتون همین رو قوطی شده بره بسشه، سالاد بس. و اما این انرژی مثبت، همه میدونن که من آدم پولداری نیستم و وقتی مثلا مقایسه میکنیم با این خانمی که دیروز اومده از من 1,000 یورو قرض بخواد، ماهیانه 2,500 یورو بهش میرسه، بهش دولت بلژیک بهش پول میده، حالا یه پولای دیگه هم بهش نمیدونم این فروش نمایندگیه چیه چیه کوفت و زهرماری از اونام بهش میرسه. این آدم اومده از منی که در ماه 300-400 یورو اونم به دولت اینو بهشون میگم که من بهشون بیلانس دادم، 300-400 یورو کجا؟ اون کجا؟ یعنی طوری که درآمد منو دفعه ما برای مالیات هم باید بدیم دیگه. مالیات به من تعلق نمیگیره که، چون وقتی میان نگاه میکنن میبینن که باید هر شیش ماه این اتفاق میفته، از ما یه بیلانس میخواد. دفعه پیش که از من بیلانس خواست، نه من بخواستم به اینا بگم بابا ما درآمدمون هستش فلان اینا هست، بابا
حتی چیز گفتم به من خواهی کلی هدیه میدم، مینوشتم من کلی هدیه هم به من داده میشه و فلان اینا. هر کسی هم که پول میخواد به من واریز کنه بهش میگم از تو شما حسابم و پیپال، این دوتا، این دوتایی که من به دولت میتونم ارائه بدم، از اینا به من واریز کنه. حالا میخواستم نخورم و اینو میخورم، بخورم میتی یا نخورم؟ نه نخورم میتی که همون بمونم جا بذاریم برگاه یه ذره بیام حلوا بخورم روی سرکه. آره انرژی مثبت پی پشت همین چیزا باعث میشه که همین غذایی هم که شما میخورید، این غذا، این حلوا، این هویج، همینا انرژی پشتشه میره. اگر یه انرژی منفی باشه شما که نمیبینید، که براتون مسخره میاد، براتون مسخره میاد. یعنی چی؟ من که اینو از فروشگاه خریدم آوردم. یه روزی همه اینها برملا خواهد شد و مردم پشت این انرژی های اشیا رو هم خواهند دید. چطور یک لیوان آب فرکانساش، امواجش، نمیدونم اون چیزایی که توی این آب و چایی و کافه اینا هست، منی که اینو یه انرژی مثبتی توی این هست دارم میخورم، با اونی که یه انرژی منفی توش هست، ظاهر بینا میگم بابا کافه هست دیگه، ایناش خانم یه کافه برای من بیار، رفتی تو کافه آورده، آقا بریش خانم بریشونم بیار، دوتا آورده. خب یه دونه چیز دیگه، یه کافه است، یه کافه است، یه چاییه، چه فرقی داره؟ حرفای من الان برای خیلی ها مسخره میاد، بذار بیاد، ولی ضبط میشه، اینا سیف میشن، میمونه، میمونه. یه دفعه یکی میگه یکی گفته بود که پشت این هویجی که هست دارم میخورم، اگر همین انرژی مثبت توی این باشه، احساسات مثبت باشه، با اون هویج دیگه‌ای که دارم میخورم که انرژی مثبت توش نیست، این گردویی که میخورم، حالا ما اینو میگیم که حالا کلمه حلال و حرام نمیخوام بگم، ولی حالا برای اون آدمای سطحی، یا آدمایی که من سطحی که نه، حالا آدمایی که مثلا میگه این حرومه، این حلاله، این حالا، ولی من تعبیر حلال حرام رو زیاد دوست ندارم، فقط به خاطر اینکه زخلش موضوعی موضوع مشخص بشه دارم میکنم. دوتاشو شما با هم میخورید، دوتاشون انرژی متفاوتی میدن توی وجود شما. یه روزی مشخص میشه تمام این آنزیم ها، تمام اینها، تمام این سلول ها موج های مختلفی رو دارن و چه چیزی چه چیزی باعث مریضی ها میشه. یکی میگه من در این حتی شفا، نه اینکه برید به امام رضا فلان بشیم، آیا امام رضا فلان، ولی این که کل مفهومه، این که میتونه حتی یه دست، یه نوازش، یه دست، یه کلام، یک مرده رو زنده کنه. این یه روزی به اثبات میرسه. حالا مردم مسخره کن. یه روزی همین یه ذره رو ممکنه بگه بخور، همین یه ذره رو، تماما مریضیت با همین خوردن همین خوب میشه. یعنی چی؟ مسخره. آره
ممکنه الف لام میم همه چی آرومه. آها، اصلا کلمه خدا چیه؟ شما میایی میشینی اینجا خدایا 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 آرزوی منو برآورده کن. البته جامعه رو شما نگاه کنید، خیلی هنوز در این جهان حتی قشر خیلی عظیمی از جوانها اعتقاد مذهبی داره. اینم یه ریشه داره. مردم در درون خودشون، ما هی نمیتونیم بیایم بکوبیم بیایم بگیم که مثل این آتئیستا. من آتئیست نیستم، همه متوجه شاید شدم و آتئیستا منو شاید قبول نداشته باشن. ضمن این که من آتئیستم در واقع هستم به نوعی، اما اون آتئیستی که میاد مبارزه میکنه با مذاهب نیستم، چون توی مذاهب بخشی از حقیقت هست، بخشی از انسان شناسی است، همونطور که در آتئیست ها بخشی از حقیقت هست. و تا موقعی که مبارزه با هم میکنن، این مبارزه میکنه که بهش اثبات بکنه که خدا نیست. بابا برو ببین چرا اون در درون اون چی هست، اون درونشو که داره خدا رو صدا میکنه اون چیه، اونشو بفهم. لفظشو ولش کن که خدا و فلان و بهمان و نمیدونم پیغمبر و این و قرآن و امام حسین و چی نمیل کن. اون جوهری اون احساس اون فرد رو نگاه کن، بخشی از حقیقت توش هست. چایه 12 کرویتر الف، نه الف کرویتر، الف کرویتر الف 11 تا گیاه مختلف. اگه ما همین آدمی که قمار میره میکنه، چرا فقط سطحی بینه؟ چون فقط فکر خودش، بهش فکر نمیکنه که منی که الان میرم تو این قمار میخوام من ببرم، خدا کنه من ببرم، خدا کنه من ببرم، خدا کنه من ببرم. من کیم؟ من کیم؟ این من چه مفهومی داره؟ من. و بعد اون منهای دیگه ای که میان همینطور نام میگه خدا کنه من ببرم، خدا کنه من ببرم. ببین چه تفرقه ای بین انسان ها میندازن که انسان فقط منافع شخصی خودش رو میبینه. و بعد چقدر منهای دیگر رو حاضر زیر پا بذاره و خوشحال میشه از پولی که از جهالت انسانها به دست اومده. برای همین یک گزارشی رو تهیه کرده بودن از تمام کسانی که رفته بودن برنده شده بودن، برنده بخت آزمایی بودن، چشم می گرفتن، خوشحال می شدن. این طرف 380,000 یورو در قمار باخته. آخه یه ذره نمی بینه که اون قمار، اون قمارخونه، اون کازینویی که در دست مافیا هست به امثال تو ها نیاز داره، به امثال تو ها نیاز داره تا فریب خورنده ها زیاد بشن. مافیای مواد مخدر، مافیای سکس، مافیای قمار، مافیای
یعنی تمام سیگار، شما ببینید برای سیگار هی میام میگم ما سیگار رو گرون میکنیم که مردم سیگار کمتر بکشن، حاضر نشدن که حتی تبلیغات رو بردارن. سالها انا از موقعی که آلمان اومدم یه سری گروه هایی بودن مبارزه کردن با اینا، کلی مبارزه کردن که این تبلیغات رو از این ستون هایی که تو خیابون هست بردارید برای سیگار، موفق نشدن. تنها چیزی که موفق شدن اینه که روی سیگارا نوشتن ایست توتلیش مرگه، عکسای مجبورن اینا عکسای مثلا به اینجا رسیدن که عکس سرطان، عکس فلان فلان بهمان همینا رو بزنن که مردم بدونن که مردم هم به پشمشون نیست، همون میگیرن میکشن همونم نگاه میکنن. شما فکر کردید که بزرگترین مالیاتی که از مواد مخدر و مشروب و سیگار و اینها میاد و کازینوها و تمام این چیزهایی که توی سطح جهان نمیدونم حتی همین جنگ‌ها و اینها، از تمام این پشت اینها رو نگاه کنید، حتی داروها، داروهای پزشکی دست مافیا، نیازمندم به مریض، نیازمندم به مریض. از اون منافع میسره بیس جامعه ای که روی پوله، روی پوله. معلومه که من در اصلا اقلیت هم نیستم، من در نقطه صفرم. حرفای من برای آدم ها یه سمت با من اول با وای حرفای تو، زندگی تو، وای زندگی تو چقدر اصلا آدم احساس میکنه وارد بهش میشه با تو. وارد بهش شد گیر کرد و من گفت نه، دنیای واقعی یه چیز دیگه است. با یه پام اومدم با یه پام موندم. انقدر موند که مرد، همجا وسط مونده بود، 15 سال تو وسط مونده بود. البته به اون سمت بیشتر متمایل شده بود، به سمت اجتماع. بیا برو حرف مامان بابا تو گوش بده، بیا برو حرف مامان بابا تو گوش بده، بیا برو، تو میتونستی یه دکتر خیلی خوبی بشی، الان نمیدونم مطب به فلان داشتی، بهمان داشتی، نمیدونم چی داشتی. حتما هم یه چند تا نوه داشتم و چند تا بچه با اینا میمدم، میگفتن ما به مادری مثل تو افتخار میکنم. همه چی آرومه، همه چی آرومه. سالاده یه ذره با این چیزه که ریختم ترکیب بالزامیکو با آبلیمو خوب نشد، حالا خورده باشم جهت اطلاع گفتم بهتون. و اما بگلی بگلی بلند شیم، یواش یواش یه ساعت تموم شد، بریم یه هوایی هم بخوریم توی گرما. جالب هم اینجاست آلمان و اروپا دوچار یه گرمای بی سابقه شده. حالا من با لحاف میخوابم اصلا. ببین اینجا رو باز کردم امروز، آره راست میگه، وای یاندوخ بابا، ایاموز یانده، ایاموز یانده، اوی 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 گرمه، آره گرم. به درد مناطق لختی میخوره، ولی دیگه حوصله ندارم مناطق لختی ها برم، اونم دورش گذشت برم، حسش نمیاد برم.